دوستان عزیز سلام، میخواستم امروز نشون بدم که چجوری میتونین این پرزای چغال بادوم رو بگیرین و الان فصل چغال بادومه در واقع. و چیزی که میخواستم مطمئن باشم اینو در نظر بگیرین، چغال بادومتون باید تازه باشه، چون اگه کهنه باشه ممکنه این نتیجه خوبی نداشته باشه. حالا در صورت چیزهایی که ما اینجا لازم داریم، البته میدونین که چغال بادومی که اینجا هست با اونی که ما تو ایران میخوردیم فرق میکنه. اون موقع اونها یه تاغارای مخصوص داشتن، با اون تاغارا به وسیله آب پرزه چغال بادوم رو به اصطلاح عبه میبردن، ولی اینجا همچی تاغارایی پیدا نمیشه. در صورت چیزهایی که ما لازم داریم، یه مقدار یخه، بعد چغال بادوم تازه، یه مقدار سنگ و یه دستکش به اصطلاح قوی و یه ظرف گود شبیه. حالا ببینیم چجوری میخوام اینو شروع بکنیم. کاری که من میکنم چغال بادوم ها رو میریزم توی این ظرفمون، بعدا یه مقدار آب سرد به مقداری که سطح به اصطلاح چغال بادوم سنگمون رو بگیره. پس سنگ رو خالی میکنم، یه مقدارم یخ میریزم، بعد شروع میکنم به این طریق اینا رو به اصطلاح تکون دادن با سنگ. و بعد از یه مدت یواش یواش این پوزا میره. یکم البته میتونه سخت باشه، یه دست خیلی قوی میخواد، یه دست جوون میخواد. البته من اونقدر جوون نیستم، ولی سعی میکنم که این کار رو بکنم. و این شاید تقریبا بین یه رو تا نیم ساعت طول بکشه. همینجور که میبینین سطح آب نباید زیاد باشه، باید تقریبا هم سطح باشه، این راحت تره. و هر موقع هم که یختون تموم شد دوباره باید یخ بریزید، وگرنه چغال بادومتون در اثر اصطکاک میگنده، خوب در نمیاد. چون حالا من اینو همینجوری ادامه میدم و نتیجه رو دوباره برای شما نشون میدم آخر سر که چی میشه، چون نمیخوام حدود نیم ساعت همینجوری این کار رو ادامه بدم. در صورت فعلا خدافظ تا اینکه نتیجه چغال ها معلوم بشه. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز، این نتیجه کاره. البته هنوز نمیشه با اون چغال بادومایی که تو ایران ما میخوردیم مقایسه بکنه، ولی تقریبا نزدیکه. این برای من 20 دقیقه طول کشید که من این کار رو کردم. حالا شما هرچی بیشتر بتونین رو بسابین، خب این پرزاش بیشتر میره و مطمئن باشین که در موقع ساییدن اینا اگه یخش تموم شد یخ دوباره اضافه بکنین. حالا میتونین این چغال بادوم رو تقریبا 2 روز تو آب توی یخچال نگه دارین. بهترینش که بریزین توی کیسه‌های پلاستیکی. و چیزی که خیلی مهمه، هیچ وقت چغال بادوم رو تو آب نمک نذارین، برای که خرابش میکنه. خیلی ممنون و نوش جان.